با درود به مردم مبارز و قهرمان ایران، در آستانه پایان سالی بسیار سیاه، سالی سرشار از تباهی ها و فلاکت هایی که رژیم اشغالگر ایران بر مردم کشور ما تحمیل کرده و با غمی عمیق و اندوهی جانکاه در ماتم از دست دادن هممیهنان گرامی و همکاران عزیز پزشک و پرستار به عنوان یک پزشک و سربازی از سربازان گمنام میهن، پیام نوروزی خود را به خدمت شما گرامیان تقدیم می کنم. هممیهنان، تاریخ پرفراز و نشیب کشور ما بارها و بارها شاهد تجاوز، اشغال، ویرانگری و سایر بلایای تحمیل شده از جانب بیگانگان و اشغالگران و حتی بلایای بزرگ طبیعی بوده است. اما یک پدیده که همواره خوش درخشیده عزم و اراده آهنین ملت بزرگ ما بوده که همیشه از دل تاریکترین دوران سر برآورده و زندگی نوین و بهتری را بنیان نهاده است. اراده قوی و پولادین نیاکان ما همواره در روح مردم این مرز و بوم دمیده و مانند ققنوس از دل خاکستر دوران سیاه سر برآورده و زندگی نوینی را آغاز کرده است. دشمنان اشغالگر کشور همیشه در پی دلسرد کردن مردم ما بوده و هستند. با کشتارهای دست جمعی، با آغاز جنگ و ادامه جنگ‌های داخلی و خارجی، با نسل کشی در جای جای کشور، با کشتارهای شبیه آبان ماه و سرنگون کردن هواپیمای پر از هممیهنان و نخبگان و اکنون با شیوع عمدی بیماری کووید 19 یا همان کرونا در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر سعی در ایجاد کشتارهای بزرگتر دارند. آنان بر اساس اعتقادات گندیده و ضد انسانیشان و برای فریب اندک هوادارانشان با گسترش جنگ، کشتار، قحطی، فقر، فحشا، اعتیاد و بیماری سعی در ظهور امام زمانشان دارند و در این میان میلیاردها دلار به جیب زده و افراد خانواده خود را به اروپا و آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته فرستاده‌اند که در رفاه و آسایش زندگی کنند. از تمام جریانات و شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی درخواست می‌کنم که از مبارزه برای آزادی و جنگیدن برای یک زندگی بهتر و آینده‌ای روشن دلسرد نشوند، بلکه با همبستگی، اتحاد، همدلی و همصدایی مبارزه را در شکل‌های گوناگون بنا به شرایط هر زمان و هر مکان ادامه دهند و از مردم ایران بخواهند که همگام و همراه با خیزش ملی که در آبان ماه 98 شروع شد به پیش بتازند و لحظه‌ای از مبارزه به روش‌های مختلف دست بر ندارند. از نیروهای مسلح به ویژه افسران ارشد، همچنین از سپاه و بسیج درخواست می کنم که همه با هم به آغوش ملت بازگردید و براءت خود را از سران رژیم اشغالگر اعلام کنید. شما می توانید نقطه پایان رژیم ویرانگر و بدبختی گستر جمهوری اسلامی را رقم بزنید و قهرمانان ملی ایران شوید. همت کنید و غرور بزرگواری ایرانی بودن خود را به اثبات برسانید. بیایید همه با هم در آستانه سال نو پیمان ببندیم که با پشتیبانی مبارزات مردمی در اشکال مختلف سال 99 را به سال پیروزی مردم بر رژیم جنایتکار و اشغالگر میهن تبدیل کنیم. سال 99، سال پیروزی. ما مردم ایران باید سال 99 را به سال بیداری، همبستگی و اتحاد ملی تبدیل کنیم و مبارزه کوبنده و بی امان را علیه دشمنان قسم خورده و اشغالگر ایران
که در آبان ماه 98 شروع کردیم هرچه کوبنده تر و گسترده تر تا پیروزی ادامه دهیم. اکنون که در خانه خود را قرنطینه کرده ایم، با حضور بسیار پررنگ در فضای مجازی و تحریم داخلی گسترده رژیم، با خودداری از پرداخت هر گونه قسط، مالیات، عوارض و قبوض به حکومت و شرکت‌های وابسته و همچنین اعتصابات گسترده و کمرشکن، مبارزات مدنی خود را ادامه دهیم و در آینده پس از شکست کرونا با مبارزات خیابانی و تسخیر لانه‌های فساد و مراکز حکومتی شکست بزرگ و نهایی را بر رژیم اشغالگر میهن وارد کنیم و زندگی روشن و پر از خوشی و شادکامی را آغاز کنیم. دوستان، زندگی زیباست. زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست. گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست. ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. ما مردمی سرزنده، بیدار و فعال هستیم. علی‌رغم تمام بدبختی ها و تیر روزی ها، از مبارزه برای زندگی و تأمین یک آینده روشن و شکوفا برای خود و فرزندانمان دست بر نمی داریم. ملت‌های پیروز ملت‌هایی بوده و هستند که تسلیم ناملایمات نشده اند و همواره برای زندگی بهتر جنگیده اند. افتخار ما ملت ایران به همین مبارزات و جنگ برای یک زندگی بهتر بوده، هست و خواهد بود. ما نه تسلیم ویروس کرونا می شویم و نه تسلیم ویروس آخوندها و اشغالگران میهن. ما برای مرگ زندگی نمی کنیم، بلکه برای زندگی می جنگیم و هر دو ویروس کرونا و آخوند را قطعا شکست می دهیم. ما پیروزیم. سال نو، سال 99، سال پیروزی بر همه شما عزیزان خجسته باد.